سلام دوستان، امروز اومدیم با فیلمی از دختر جوان ثروتمندی که عشق همه پسرا رو پس میزنه ولی در نهایت عاشق برادر ناتنیش میشه. اسم این فیلم کمدی بی سرنخه. من قبل از هر چی مرسی ازت اگه این ویدیو رو لایک میکنی. فیلم با نمایش زندگی یه دختر زیبا به نام چرهاوس شروع میشه که زندگی خیلی لوکس و شاهانه ای داره و پدرش یه قاضی خشنه، اما دخترش خوش اخلاق و حسابی جذاب و شیکه. اون با بهترین دوستش دیون تو دبیرستان برسون هالکوت درس میخونه. صبح در حالی که چر برای پدرش نوشیدنی درست میکنه، پدرش میگه امروز برادر ناتنیش جاش میاد به دیدنش که یه پسر خوشتیپ و جوون دانشجوه. در صحنه بعدی چر با یه ماشین چیپ به مدرسه میره و میرن به دیدن موری که دوست پسر دیون هست که اونو با هم بحثشون میشه و چر تصمیم میگیره تنهاشون بذاره. چر با دیون فرق داره، اون دوست پسری نداره چون واقعا به پسرهای دبیرستانی علاقه نداره. تو صحنه بعدی میبینیم که چر توی کلاسشون حسابی درس خونه و داره کنفرانس میده، اما هیچ کدوم از بچه‌ها هیچ توجهی بهش نمیکنن. در داخل کلاس معلم کارنامه های بچه ها رو میده و چر از دیدن یه نمره 30 ناراحت میشه و از ترس پدرش نگران میشه. وقتی به خونه برمیگرده میبینه جاش اونجاست. خب پسر هم حسابی شیطونو سر به سرش میذاره. کمی بعد با پدرشون غذا میخورن و بعد پدرش دلیل نمره بد تو درسشو میپرسه. پس اون بهونه های زیادی میاره و میگه با معلمش داره سر نمره مذاکره میکنه و این بار از عصبانیت پدرش خلاص میشه. روز بعد چر تصمیم میگیره واسه این معلم بد اخلاقش یه دوست دختر پیدا کنه. پس نقشه میکشه اونو به یه معلم دیگه نزدیک میکنه. اینطوری روحیه معلماشون بهتر میشه و نمرات خوبی بهشون میدن. یه روز توی کلاس ورزش معلم یه دانش آموز جدید رو به بچه‌ها معرفی میکنه که ظاهر ساده‌ای داره و بقیه مسخرش میکنن. پس چرت تصمیم میگیره با دختر جدید و بیگانه مدرسه دوست شه و اونو به اجتماع برگردونه. پس چرا دیون با تای کار میکنن تا اعتماد به نفس داشته باشه. روز بعد میبینیم که تراویس سعی میکنه به تای نزدیک شه، اما چر میگه تو این پسره به درد هم نمیخورین چون با هم متفاوتید. در از تراویس هم یه پسر ساده و نامحبوبه تو مدرسه. اون ازش میخواد که ازش دوری کنه و در عوض سعی میکنه اون با التون که یه دانش آموز خوشتیپ و محبوبه قرار بذاره. روز بعد تای رو به خونش دعوت میکنه و حسابی به سر و شکلش میرسن. جاش هم برادر ناتنیش از دور به ظاهرش که تای نگاه میکنه. بعدش تای پیش برادرش کلی لاف میزنه که اون تایو از نابودی توسط نوجوانه مدرسه نجات داده، اما جاش به حرفاش اهمیتی نمیده. روز بعد موقع عکس گرفتن تو مدرسه تای احساس خجالتی بودن میکنه و بعد التون دستشو میذاره دور گردنش و میگه واسه یه عکس بخند. اونا اون شب به مهمونی مدرسه میرن و تای کم کم به التون علاقه من میشه، اما به نظر پسر نقشه دیگه ای داره و نشون میده که علاقه به تای نداره. در همین حال دیون هم مثل همیشه مشغول دعوا با دوست پسرشه، چون عصبانیه که اون چرا موهاشو کوتاه کرده و میگه نمیخواد با یه پسر کچل دوست باشه. بعد مهمونی التون داره چرا به خونش میرسونه و سعی میکنه اونو ببوسه، اما چرا اصلا خوشش نمیاد و مانعش میشه و از ماشین پیاده میشه. اما خب در جای بعدی تو خیابون پیاده میشه و یه زورگیر میاد و وسیله‌هاشو ازش میگیره. اونم زنگ میزنه به برادر ناتنیش جاش تا بیا دنبالش. جاش هم البته با یه دختر دیگه مشغول بود. روز بعد وقتی تای حقیقتو درباره التون میفهمه حسابی دلش میشکنه و بچه‌ها تصمیم میگیرن دوباره واسه یکی دیگر رو پیدا کنن. همون روز پسر جدید و جذابی به نام کریستیان به کلاسشون میاد و برای اولین بار چرا از یه پسر خوشش میاد. پس سعی میکنه مخش رو بزن و موفق هم میشه. کریستیان اونو به یه قرار دعوت میکنه و اون شب توی پارتی جاش هم اتفاقی به همون بار میاد و با دیدن چر توی اون اوضاع شاد و جذاب جذب اون میشه و به پسر کنارش هم حسودی میکنه. یه روز چر به کریستیان زنگ میزنه و میگه پدر مادر شب خونه نیستن و ازش میخواد به خونش بیاد و با هم خوش بگذرونن. خب مثل اینکه تو خارج این چیزا برعکسه. دوستش دیون هم بهش آماده شدن کمک میکنه و همه مقدمات رو فراهم میکنن تا شب همه چی به آرومی پیش بره. بعد طبق نقشه کریستیان میاد و با هم روی تخت فیلم تماشا میکنن. در همین حین چر سعی میکنه به اون نزدیک شه.
اما تلاش های اون بیفایده است، چون کریستیان اصلا وسوسه نمیشه. نرو از اون حسابی غرق تماشای فیلم شده. روز بعد چل کنار دوستاشو و میگه نقششون عملی نشده. اینجا موری حسابی میخنده و میگه مردی که تو سعی داشتی اغوا کنی در از همجنسگراست، به همین دلیلی که نتونستی اونو به دام بندازی. و اونقدر غرق این بحث میشن که دیون راننده کنترل ماشین از دستش در میره و بعد موری کمکش میکنه و با دیدن اونا چل حس میکنه که واقعا به یه دوست پسر احتیاج داره. چل واقعا ناراحت شد از اینکه کریستیان همجنسگراست، اما تصمیم میگیره باهاش دوست بمونه. اون کریستیان رو دعوت میکنه باهاشون به خرید بره و در همین لحظه تای به خاطر آزار و اذیت شدن توسط دو مرد کم مونده بود که بیفته، که خوشبختانه کریستیان میاد و اونو نجات میده. این اتفاق به یه موضوع داغ تو مدرسه تبدیل شد و حالا دیگه همه بچه‌ها علاقه من به گوش کردن به داستان تای هستن. و وقتی تراویس بهش نزدیک میشه، تای باهاش سرد و بد برخورد میکنه و اینجا زمانی که چر متوجه میشه تای حالا خیلی تغییر کرده و از یه دختر خجالتی به یه فرد با اعتماد به نفس و محبوب مدرسه تبدیل شده و حالا زندگی متمایز و برتر چر تغییر میکنه، چون محبوبیت تازه کشف شده اون رابطه‌شون رو تیره میکنه. ناامیدی های چر بعد از رد شدن تو آزمون رانندگی خیلی بیشتر میشه و اون داره غمگین و غمگین تر میشه. و در همین حین تاین به خونش رو میاد و ازش میخواد که برادرش جاش رو واسش جور کنه، اما چر بهش میگه که تو برای جاش مناسب نیستی. حالا از تای هی اصرار که برادرتو میخوام، از چر هی انکار که بابا دست بردار. آخرش هم تای عصبانی میشه و شروع به مسخره کردن چر میکنه و میگه که تو امتحان گواهی نامه شکستت دادم و دعوای بعدی بین دخترها میشه. و تای پر رو چر رو یه باکره صدا میکنه که نمیتونه رانندگی کنه. شنیدن این حرف از کسی که چر بهش کمک کرده و خودشونو بالا کشیده عمیقا بهش صدمه میزنه. این باعث میشه اون به شکستهای مکررش فکر کنه و از اونجا خارج میشه. چر که حسابی به هم ریخته تصمیم میگیره کمی قدم بزنه و در همین حین تعجب میکنه که چرا واقعا دلش نخواست برادر ناتنیش رو با تای جور کنه. مدام بهش فکر میکنه و در نهایت متوجه میشه که خودش عاشق جاش شده و از زمانی که میفهمه اونو دوست داره، هر وقت که عصبی میشه با بودن کنار جاش حالش بهتر میشه. پس تغییرات مثبتی میکنه و داوطلبانه شروع میکنه به جمع‌آوری کمک های مالی واسه قربانیان بلاهای طبیعی. اون شروع به تلاش واسه زندگی هدفمندانه میکنه و زمانی که تراویس وسیله‌هاشو اهدا میکنه، چر تحت تاثیر قرار میگیره و اونو به عنوان یه فرد خوب میبینه و دیگه دیدش نسبت بهش عوض میشه. حتی حاضر میشه با تراویس به یه مسابقه اسکیت بره و اونجا با تای روبرو میشه و اونا تصمیم میگیرن با هم آشتی کنن و دیگه دعوا نکنن. یک روز چر به برادر ناتنیش جاش کمک میکنه تا توی شرکت پدرش مدارک و دستکاری کنه و بعد کارمندای پدرش از دستش عصبی میشن و تهدیدش میکنن. جاش به دفاع از اون میاد و بعد به دیدن چر میره روی پله ها با هم صحبت میکنن. جاش سعی میکنه حال چر رو بهتر کنه و در نهایت اونا کنار هم متوجه احساسات خودشون به هم میشن و در نهایت جاش اونو میبوسه. حالا نکته اصلی چیه؟ جاش برادر ناتنیش هست، اما جاش پسر همسر اول بابای چره. یعنی مامان بابای جاش کسی دیگه ای بودن، بعد مامان جاش اومده با بابای چر عروسی کرده. خب تو صحنه بعدی میبینیم که یه جشن عروسی داریم و اون عروسی کفتره عاشقه، یعنی معلمای مدرسه شون و همه دانش آموزای مدرسه هم دعوت شدن. و اینجا تای هم کنار تراویس حالش خوبه و با هم رفیق شدن و جاش و چر هم با همن. خانم گیست هم دست گل عروسیشو پرتاب میکنه و میرسه به چر و با بوسه اونا این فیلم تموم میشه. ممنون که تماشا کردید.